یونس خالد الکعبی روز گذشته 25 بهمن ماه از برنامه های عراق برای نوسازی یا ایجاد خطوط ریلی در مسیر شهر مقدس کربلا خبر داد و در این باره گفت در مرحله اول مسیر ریلی بغداد تا شهر المسیب دو طرفه می شود او در ادامه نوسازی خط بصره به شهر مقدس کربلا را نیز به منظور انتقال زائران با اهمیت خان و آن را از برنامه های سال جاری در عراق عنوان کرد. الکعبی ایجاد راهن نجف اشرف به شهر مقدس کربلا و همچنین نوسازی خط ریلی بغداد به شهر مقدس کربلا را نیز از برنامه های دولت عراق اعلام کرد و گفت مسیر تردد زائران از بصره، سماوه، دیوانیه، المسیب، نجف اشرف و شهر مقدس کربلا به شکل یک خط ریلی منحنی ایجاد خواهد شد وی راه اندازی خط ریلی در مسیر شهر مقدس کربلا به نجف اشرف را برای گردشگری دینی زائران از داخل و خارج عراق مهم برشمرد و تاکید کرد گام های عملی برای اجرای مرحله نخست این شبکه ریلی برداشته شده است الکعبی همچنین گفت با پیشبرد پروژه اتصال ریلی کشورش با ایران در سال جاری سالانه 5 میلیون زائر و مسافر از ایران و کشورهای همسایه آن با این خط ریلی به عراق سفر می کنند.